بسم الله الرحمن الرحیم. مسائلی است برای انسان مشکل و مبهم و باید در اطرافش فکر کرد، تأمل کرد. یکی این که هدف و غرض از خلقت انسان‌ها چیست؟ این موجوداتی که این همه تکثر پیدا کرده در طول تاریخ 7000 سال است که انسان پیدا شده در دنیا، 70000 سال است، بیشتره کمتره. مرحوم علامه طباطبایی در المیزانشون که فرمودن هرچی ما حساب کنیم به این که تولد زیاد بشد و نسل انسان زیادتر بمیرد یا بمونه، از 7000 سال بیشتر نمیشه باشه. به هر حال این همه انسانها را خداوند برای چه آفریده؟ هدف از خلقت این موجود چیست؟ و این موجود در راه تحقق این هدف که قهرن هدفیش بسیار عالی، در راه تحقق این هدف چه وظایفی دارد؟ چه باید بکند این موجود؟ چه جور درک کند که من برای چه هستم و چرا هستم و کی مرا آورده و چی میخواهد از من؟ در تحقق این هدف باید این موجود چه قدم هایی بردارد؟ و باز آیا تا حال این موجود، این انسان، از بد به خلقتش تا حال در طول این تاریخ ممتد چه اندازه موفق شده است در انجام اون هدف؟ با این همه ارسال رسول، انزال کتب، حجیت العقل، حجیت قول الانبیاء، انبیاء داخل یعنی عقول، عقول خارج یعنی انبیاء، با این همه وسائل تا چه اندازه به هدف اصلی رسیده است؟ مطالبی است خیلی قابل توجه و لازم و واجب. اما هدف بسیار عالیه. هیچ موجودی اون هدفی که از خلقت انسان داره نداره. شما برای یک هدف بسیار والایی آفریده شده اید، راه بسیار دور و درازی دارید و سخت، اما مرکز و محط و فرودگاهی بسیار عالی. شما پر از استعدادید. آفریننده تو را آفریده که اون استعدادها در وجود مبارک تو تجلی پیدا کند، همه اون استعدادها در تو ظهور پیدا کند. اگر بتوانی این هدف را تحقق ببخشی، بالاترین موجودی و همه موجودات از آن توست و خاضع در مقابل تو. و این هدف بود که خداوند فرمود فإذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. نه یه ملائکه، نه دوتا ملائکه، ملکها کلن. فسجد الملائکت و کلهم اجمعون. ملائکه خودش جمع است، به او قناعت نکرده، یه تأکید کل ما برده، باز یه تأکید جمع ما برده. همه باید در مقابل این موجود خضوع کنید. اون سجده معلوم نیست همون سجده باشد که به رو در افتند و پیشانی بر زمین بگذارند. یعنی باید همه فرشته ها در طول تاریخ در برابر این موجود خاضع باشند. همه را برای تو آفریدم بنده من.
عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اطعنی حتی اجعلک مثلی، همانند خودم همه خاضع در مقابل تو. هدف اینه که اون استعدادهایی که در وجود شریف شما هست، همه اون استعدادها ظهور پیدا کنه و تجلی پیدا کنه. اگه چقدر استعداد داری، پری از استعداد، انسان پر است از استعداد، گلی نماند که تخمش نکش در گل من. حافظ اینه میگه، وقتی که داشت تینت مرا، گل مرا داشت تصفیه میکرد و میساخت، گلی نماند که تخمش نکش در گل من. همه استعدادها در وجود تو موجوده، تو ام الاستعدادها هستی، اب الاستعدادها هستی. تو اگه درست درک کنی من چه هستم و چه میخواهند از من و به کجا میرسم، به خدا اگر درک کند انسان، واله و شیدا میشه، همه چیز را فراموش میکند جز اون هدف. و انتل کتاب المبین الذی به احرفه یظهر المضمرو. اتزعم انک، چقدر نیکو گفته است این گوینده، اتزعم انک جرم صغیر و فی کم قبل عالم الاکبر، همه عوالم در تو موجود، زیرا که حقیقت و استعداد و ام الاستعدادهای تو علم است که عالم بشی و عوالم در علم. علم شامل همه عوالم است و هیچ عالمی شامل علم نیست. این استعدادها را باید شکوفا کنی. آمدی اینجا، آمدی دنیا، اولا خود دنیا کلاس تحصیل و شکوفا کردن این استعدادهاست، و در میان دنیا هم مدرسه فیضیه، مثلا حوزه علمیه، درس رسائل و مکاسب، عمل کردن به توضیح المسائل، این هاست که به تدریج میشوی شیخ مفید. شیخ مفید میشی که حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا روی قبرش مینشیند، میگد علم و دانش و تقوا در میان این خاک دفن شد. یومن علی آل رسوله، اون روز برای آل رسول خیلی مشکل. این استعدادها را باید همه را شکوفا کنی، و ام استعدادها سه چیزه. اگر بخواهید شما استعدادها را درک کنید، باید بدانید که استعدادها یک قسمش، یک قسمتش استعدادهای فکری شماست، مغزی شماست، که پر است از علم، تصور و تصدیق. یک استعدادها، اصول عقاید تو استعداد، یک عده استعدادهای شما مال روحتون است، اخلاق است، فضائل است. اصل بعث پیامبران همه خاص پیغمبر آخر، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. خدا اصلا مرا مبعوث کرده که انسان را اخلاقش تکمیل کنم، انسان را انسان کنم. مردک می آمد می خوابید، پاش دراز می کرد رو به دیوار، رو به بالا، بدون این القاب و اینها، اسم خاص حضرت را می برد، می گفت از اون قصه ها به من بگو. قصه ها مراد سوره قصص را بخون، سوره یوسف را بخون. حضرت می فرمود اب ندار. حضرت دو زانو بالای سرش می نشست، اونم خوابیده، پاها دراز کرده، می شنید. یه مقداری که می خوند می دید مطالب عجیبیه، تکون دهنده است، می لرزاند انسان را. مطالبی دیگه میگه، کلما نضجت جلودهم
بدلناهم جلودن آخر لیذوقوا العذاب. تو جهنم که میفته مدتی میسوزه پوستش محکم میشه، پوستش میکنیم تا خوب عذاب را در پناه میبریم به خدا. آیا درسته این؟ آیا مطلب اینجوره؟ اینجوره. فلذا علی علیه السلام شبها بی طاقت میشه، گریه میکنه، قش میکنه، بی خود که نیست. این وعده ها وعده است. ما جاهلیم، ما نادانیم، ما همان هستیم که فرمود درهم یا کلو و یتمتع و پیامبر بگذار اینا بچرن. اینا چی میفهمن چی؟ حضرت میخوند آیات را، پاشه میکشید پایین میخورده، بعد بلند میشد مینشست. حضرت میخوند میخوند تا اشکش جاری میشد، توبه میکرد، میگفت نفهمیدم. آدم میشد پا میشد میرفت، به یک دقیقه، به یک ثانیه، به یک چند دقیقه به ما تعلیم میکرد که من عربها را اینجوری آدم کردم. آی حوزه علمیه قم، آی روحانیت جهان، من اینجور زحمت کشیدم آدم درست کردم. اونم چه آدم؟ آی عبازر درست کردم، مقداد درست کردم که نامش امروزم هست. و شما میخواید چنین باشید و برای این جهت آفریده شده این ما. یکی از استعدادها، استعداد علم و دانش، استعدادهای مغز، یعنی همه تصورات و همه تصدیقاتتون. مغز کاراش چیه؟ تصورات، تصدیقات، علوم، همه علوم عبارت از همینه. العلم این کان ادعانا للنسبتی فتصورون و الا فتصدیق، فتصدیقون و الا فتصور. تمام علوم مال مربوط به فکر و مغزت است. این یک بعد شماست، بعد روحی، بعد عملی جدا. سه بعد قوی دارید، هر بعدتون هم یک کتاب مستقل، کتاب ها نوشته شده درباره هر بعد تو انسان، کتاب ها نوشته شده. چطور؟ در بعد مغزی انسان، فکری انسان. علم کلام برای چیه؟ چند تا کتاب علم کلامه؟ همه علم کلام مربوط است به بعد فکری انسان. چند تا کتاب اخلاق نوشته شده؟ همه مربوط است به بعد روانی انسان. چند تا کتاب فقه، مسائل شرعیه نوشته شده؟ از مقنعه بگیر تا توضیح المسائل، همه برای بعد عملی شماست. ها این بعد فکری. علوم، علوم را خدا از ما بخواد. یک تکامل، تکامل در علوم. تکامل در علوم شرایط داره. علوم سه قسمه. یک عده از علوم هست که به ذاته اصالت دارد و معنویت دارد و روحانیت دارد و نور است. و علم شما هست به ذاته نور است. شیخ بهایی چه میگه؟ علمی بطلب که تو را فانی سازد ز علایق جسمانی. چقدر به یخچال و خانه و فرش و ماشین و امثال اینا علاقه داری؟ وای بر من که این همه اسیر شدم به این دنیا، به این زر و زیور. در تهران یادم یه وقتی بودم، دیدم یه مردی از جا بلند شد، نمازم نخوند، یک ساعت با ماشینش بر شستن و پاک کردن. گفتم ای انسان، خدا تو را آفریده خدمتگزار آهن بشی؟ و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، برای تو نازل کرده خدمتگزار آهن شدن. مردم دنیا اینجوره، تو مسجود فرشته ای، نه عابد وسن و عابد ماشین. علومی خدا برای انسان قرار داده، اون علوم قسم اولش علومی است که همه کمالات توشه، خدا او را دوست دارد. اون علم دین، توحید، ایمان، اخلاق، عمل، اصول، فروع، این علومی که توی مدارس پیدا میشه، اینا بالاصاله نور است. اون علمی که گفته هو احب الاعمال الالله، این علم یلزم لکل ذی حجاب
استماع العلم و حفظه و نشره. اون انسان بزرگ که همه عالم را و همه تاریخ را می‌بیند، نظر سائق بهش از اون روزی که چشم به جهان گشوده تا انتهای این دور نمای تاریخ را به روشنی می نگرد و صحت و فساد و مرض و خوبی را همه را به رأی العین می بینه. فرمود یلزم لکل ذی حجاب، برای هر انسان عاقل واجب است چیکار کنه؟ استماع العلم و حفظه و نشره، یعنی کار شما. آفرین بر شما، تبریک عرض می کنم به شما که از یه روستای یه شهری از مورد خودتون پاشدید، حرکت کردید، آمدید در اینجا. برای چه؟ برای استماع العلم و حفظه و نشره، یعنی برای حیات بشر، برای زندگی جهان، برای اینکه به اون هدف عالی برسید که انبیای گذشته نرسیدن. یه وقت تو همین جا بود، یه عده‌ای بودم، ما صحبت میکردیم چند دقیقه برای دوستان بزرگ. گفتم اگر بگن به این که حضرت روح الله آمده چه کار است؟ آیا او افضله یا اون آقا، اون عالم یا اون پیامبر؟ گفتم من در این باره قضاوت نمی کنم، اما اگر بگی حضرت زکریا و یحیی و عیسی و موسی و امثال اینا کدوم، علیهم الصلاة و السلام، اینا کدوم، آیا با حضرت روح الله بسنجی چی؟ گفتم یه روایت معروف از خودتون می خونید، علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل. یه درجه میره بالاتر، علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. بکوش که از اینها باش و راهش هم اینه، میرسی خاطر جمع باشه. راهش اینه که اسیر زبان و اسیر چشم و گوش نشی، هدف را فراموش نکنی. هدف عالیه، بی اعتنا به همه چیز باشی. اگر از همه چیز بی اعتنا شدی، همه چیز خواهی بود، همه چیز را بهت میده. مرحوم مامگانی بزرگ شیخ عبدالله مامگانی، صاحب رجال، سه جلد رجال بسیار بزرگ نوشته، بالاترین بزرگترین رجاله، پدرش مرحوم شیخ محمد حسین یا حسن مامگانی، از اوتاد، از بزرگان. آیت الله وقت بود در نجف، وقتی که حمام میرفت، قبلن طلبگی که حمام میرفت مثلا 4 فلس میداد برای تراشیدن سرش، به اونجا که رسید رفته بود حمام، گفتن آقا شما 20 فلس، 30 فلس بدی بید. گفتن چرا آخه؟ 4 فلس استحقاقش دیگه، قانونش. گفتن آقا شما بزرگ شدید، آیت الله شدید. گفت مگه مساحت سرم هم بزرگ شده؟ من بزرگ شدم یعنی چی؟ و از بیت المال بیارم بدم این همه را برای او. بعد میشنه گاهی میگه مرا خیلی تعریف میکنن، میشنوم که میگن این آدم زاهده. چرا؟ برای که بیت المال را خودش به اندازه عفاف و کفاف و مقدار ضروری به دیگران میده، خودش کم میخوره. میگه من تعریف میکنن که من دزد نیستم. این تعریفه؟ من نمی دزدم از حضرت بقیت الله. این تعریف نشد. یه آقای را تعریف بکنی بگی این آقا شراب نمی خوره. شما مقامتون بالاتر از اینه. این علم در شما اثر کند، دانش درست یاد بگیرید. این دانش است، این در رتبه اول دانش اصالت دار همینه، دانش شما هاست. در مرتبه دوم دانش دانشگاه های ماست، اون هم به تبع فضیلت دارد و ما می ستاییم اونها را، دوستشون داریم که دانش به تبع انجام میده. چطور به تبع؟ یعنی اونها میخوان زحمت بکشن به جایی برسن، علوم پیدا کنن، مغزشون پر از تصدیقات و تصورات و علوم باشه که جامعه را رفاه زندگی بدن، بتواند جامعه به علوم اصیل برسه، به خدا برسه. یه فضیلتیست.
یه فضیلتیست بر اونها. یعنی همه شما شریکید. یک عده دانش می طلبد که دنیا درست کند، دنیای آزاد و رفاه زندگی، مستعد کند محل را تا اون علوم اولیه الهی در اون بتواند پیاده بشد. هر دو شریکن در هدف. اینا هر دو، اون مقدمه است، این زیر مقدمه است. امید است انشاءالله همه در کار خودش بصیر باشد و وارد باشه. یه روایت اینجا خدمت دوستان عرضه کنم که در اصول کافی است. حضرت فرمودید پیغمبر گرامی، جدی که پیغمبر گرامی حضور داشت، جو عجیبی بود. چه می کرد حضرت در اونجا؟ مشرک، بت پرست، در حضور اون حضرت بت‌ها دور تا به دور کعبه آویزان، یک عده در مقابل او سر فرود می آورد و گریه می کرد و اشک می ریخت، یه عده در مقابل اون دیگری اونجا شتر نهر می کردن برای بت‌ها، اونجا گاو و گوسفند ذبح می کردن برای بت‌ها. در یک طرفم دو نفر سه نفر ایستاده، عفیف تاجر اینجور می کرد، میگه روزی به مکه رفتم، اطراف مدینه، اطراف مکه تو روستا بوده، روزی به مکه رفتم و بزرگان مکه تو مسجد الحرام نشسته بودم، دیدم یه مردی وارد شد در مسجد الحرام، آمد نزدیک کعبه ایستاد، مقابل کعبه همینجور سیخ بایست. یه زنی هم آمد دنبال او ایستاد، یه پسر بچه هم آمد دست راست اون ایستاد، یه خورده ایستادن، اون خم شد، اون دیگری هم خم شد، اون به رو در افتاد، اون دیگری هم به رو در افتاد. میگه من خیلی تعجب کرده، به اون رفیقم گفتم آقای فلانی که از بزرگان، اینا کیه، اینا چی میکنن، این چه حرفیه، شاید او لابد گفت این چه تئاتری. گفت اونی که میبینی اون فلانیه، اسم شریف و اسم گرامی و نام نامی او محمد است. او ادعای نبوت میکنه. اون زن هم زنش است که به او ایمان آورد، اون دیگری هم پسر عموش است که او هم بهش ایمان آورد. سه تا مسلمان در جهان هست و یک نماز جماعت سه نفری اقامه می شود، فرشته ها دورشون می چرخه. امروز هر کجا نماز جماعت اقامه می شود حکایت اونه. هر کس در هر جا یک نماز می خواند، یک نماز در نامه عمل او، یک نماز هم در نامه عمل پیامبر گرامی، چند میلیارد نماز. شما هم اینجوری باشید. پس از شما در روستایی که تبلیغ کردید، جهلی را از دلها زدودید، علمی را در اونجا کاشتید، تا اون وقت که اولاد و نسل او هست، شما درآمد در عالم برزخ دارید. درآمدتون فراموش نکنید، مخلصانه انجام بدید. یا ابازر اخلص لله علمک، اخلص لله عملک، اخلص لله اخذک، اخلص لله ترکک، اخلص لله حبک، اخلص لله بغضک. یعنی همه کاراتون را خدایی کنید، و اگر چنین نکنید، آقایان طلاب محترم علوم دینیه، اگر چنونچه از حال عادیش تغییر پیدا نکنه، اگر نوافلشون بر فرائضشون اضافه نشود، اگر زبانشون در تحت اختیار عقلشون قرار نگیرد، اگر گوششون از شنیدن همه چیز لاابالی باشد، اگر هر قضایی، هر مالی، هر پولی از هر کسی بیاد دست دراز کند و بگیرد، این آقا راه را گم کرده، به جایی نمیرسه، جا را بی خود تنگ کرده برای دیگران، حقوق را بی خود میگیره. من با کمال جسارت به برادرها میگم
شرط روحانیت و درس خوندن تقواست. یک گناه یک تازیانه است به خودت زدی، ده گناه ده تا تازیانه هر روز به خودت میزن، وقت نمیفهمی که بر خودت چی میکنی. دشمن به دشمن آن نپسندد که بی خرد بر جان خود کند به مراد هوای خویش. دست به دست هم بدهید، حوزه را پر کنید از صفا و صمیمیت. دقت کنید در حکومت که یک حکومت الهی اسلامی خدای تبارک و تعالی پس از گذشت هزار و چند صد سال توفیق داده در قطعه ای از زمین به نام ایران و برهه ای از زمان به نام تاریخ امروز ایجاد کرده. الا فتعرض الله ان لله فی ایام دهرکم نفحات. خدا گاهی نسیم رحمتش بر شما بیمزه، مغتنم بدارید. العلم ید خلو فل کفن دون المال. جزئیاتتون رو انشاءالله در نظر بگیرید، اخلاق خودتون رو تصفیه کنید، سخن در شما تأثیر کند. اگر میشنوید و در شما اثر نکند، معلوم میشه راه گم شده است. تو همین مدرسه فیزیه این بالا جلوی کتابخونه، اوائل وقتی که ما آمدم بودیم اینجا، سیوتی و جامی اونا میخوندیم، آیت الله العظما سید محمد تقی خونساری که در جنب قبر مرحوم حائری و صدر دفن شده، آمد اینجا شروع کرد به نماز جمعه. اول نماز جمعه که در قم ایجاد شد، ما هم رفتیم اونجا نشستیم، 5 دقیقه خطبه اول، 5 دقیقه هم خطبه دوم. ما چنین نمازی ندیده بودیم، اما این خطبه ها خیلی مؤثر بود، خیلی در روح ما اثر میذاشت. یه وقت میگفت به عکس نقیض، نماز آن است که تنها عن الفحشاء والمنکر. پس این نماز ما لا تنها نا عن الفحشاء والمنکر، و عکس نقیض میشه، پس این نماز ما نماز نیست. اثبات میکرد که این نماز ما نماز نیست. ما هم گریه میکردیم، پا میشدیم میرفتیم نماز ما رو نماز بکنیم. این نمازتون اگه درست بشه، همه چی درست میشه. ان للصلاة 4000 باب. حضرت رضا فرمود 4000 دریچه داره نماز. 4000 یعنی مسئله داره، یا 4000 در داره، از هر دری یه شیطان وارد میشه، همه درها رو باید ببندی. پس این مسئله امروز اینه که شما دارید علومی را تحصیل می کنید که اون علوم، علوم الهی است، در مقابل علوم دنیا که هرچی باشد در اون باره صحبت می کنیم که اونا چی میگن، علومشون چیه، قرآن در باره او چه میگه. اونها علومشون همون علوم دنیاویست، منتهاش دنیاست. ذالک مبلغهم من العلم. قرآن اینجوری میگه، فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنيا ذالک مبلغهم من العلم. پیامبر اعراض کن از اینها، روگردان شو از اینها. از کی؟ عن من تولا عن ذکرنا، یاد ما را گذاشتن سراغ شکم رفتن. ذالک مبلغهم من العلم. این ذالک مبلغهم من العلم معرف بیان است که من میخوام راجع به علوم دنیا بگم. تمام همت مال دنیاست، آخرین هدف، آخرین همت، آخرین مطلبی که به اون میخوان برسن این است که چگونه بخوریم، چگونه بخوابیم، چگونه سوار بشیم، چگونه راه بریم، چگونه مریض شدیم خوب بشیم. همش همینجوره، انتهاش همینجوره. در آخر عرضم یه مثال بزنم، خیلی مزاحمتون شدم. خدایا این دقایقی ما خدمت این آقایون هستیم، خدایا تو میدونی از اونجا که پا میشم با این مزاج ضعیف میام به حضور آقایون، میگم میان اینها شاگردان خالص حضرت بقیت الله. اگر کسی را بخواهید که در میان در جهان
از اوتاد و مورد نظر حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا به انسان کامل وارسته خلیفت الله باشه تو این تیپ. تو شما هست و بس، هیچ جا نیست. میگم برم اونجا بنشینم در حضور آقایون، بلکه از انفاس و روح پاک اونها استزاعه کنم، استفاده کنم. انشاءالله امیدواریم که این مطلب را که تا حال عرض کردیم این مطلب برای آقایون روشن بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.